نامه دوم پولس رسول به تیموتائوس فصل اول. از طرف پولس که به خواست خدا رسول مسیح عیسی است و فرستاده شد تا حیاتی را که در مسیح عیسی یافت می شود اعلام نماید، به تیموتائوس فرزند عزیزم تقدیم می گردد. خدای پدر و مسیح عیسی خداوند ما فیض و رحمت و آرامش به تو عطا فرمایند. خدایی را که من مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت می کنم سپاس می گویم. همیشه وقتی در شب و روز تو را در دعاهای خود به یاد می آورم خدا را شکر می کنم. وقتی عشقهای تو را به یاد می آورم آرزو می کنم تو را ببینم تا با دیدار تو شادی من کامل گردد. ایمان بیریای تو را به خاطر می آورم، یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو لوئیس و مادرت افنیکی داشت و اکنون مطمئن هستم که در تو هم هست. به این سبب در وقتی که تو را دستگذاری کردم عطیه خدا به تو داده شد. می خواهم این عطیه را به یاد تو بیاورم تا آن را همیشه شعله‌ور نگه داری، زیرا روحی که خدا به ما بخشیده است ما را ترسان نمی سازد، بلکه روح او ما را از قدرت و محبت و خیشتنداری پر می کند. پس از شهادت دادن به خداوند یا به رابطه خودت با من که به خاطر او زندانی هستم خجل نباش، بلکه در رنج و زحمتی که به خاطر انجیل پیش می آید با آن قدرتی که خدا می بخشد سهیم باش. خدا ما را نجات داد و به یک زندگی مقدس دعوت کرد و این در اثر اعمال ما نبود، بلکه بر طبق نقشه خود خدا و فیضی است که او از ازل در شخص مسیح عیسی به ما عطا فرمود. در حال حاضر این فیض به وسیله ظهور نجات دهنده ما مسیح عیسی آشکار شده است. او موت را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیله انجیل برای همه آشکار ساخته است. خدا مرا برگزید تا در انتشار انجیل واعظ، رسول و معلم باشم. به این دلیل تمام رنجها را متحمل می شوم، اما از آن خجل نیستم، زیرا می دانم به چه کسی ایمان آوردم و یقین دارم که او قادر است تا روز آخر آنچه را که به من سپرده شد حفظ کند. تعلیم صحیح را که از من شنیده ای با ایمان و محبتی که در مسیح عیسی است سرمشق خود قرار بده و به وسیله قدرت روح القدس که در ما به سر می‌برد آن چیزهای نیکویی را که به تو سپرده شده است حفظ کن. خبر داری که در استان آسیا همه از جمله فیجلوس و هرموجنس مرا ترک کردند. خداوند رحمت خود را به خانواده اونیسیفوروس عطا فرماید، زیرا او نیروی تازه‌ای به من بخشیده است. او از اینکه من زندانی هستم خجل نبود، بلکه به محض اینکه به روم رسید در جستجوی من زحمت زیادی کشید تا مرا پیدا کرد. خداوند عطا فرماید که در روز عظیم او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی می‌دانی که او در افسوس چه خدمت‌هایی برای من کرد.